صفوی جان چرا میگم که لطف کنه بچه‌ها یه اطلاع بده بگو روز واکسن یه تعداد از مسئولین میان که سری بزنن برای همین بازرسی و اینا بچه‌ها آمادگی داشته باشن کار خودشونو بکنن ولی اینم در نظر بگیرن حالا عد همون روز میخوام بیان آره بخت و اقبال ماست دیگه تا الان کسی ما سر نزده بود خودمون کار خودمون رو انجام میدادیم ولی بچه‌ها آمادگی داشته باشن متمم بودجه رو نوشیده چو؟ متمم بودجه ها گفتم که بذارم اینا میام شاید حضوری بگم چشم تو چشم باشه تأثیرش بیشتر میشه بذارش همون روز حضوری بشه شنده شنده گفتم یه ذره تحویلشون بگیریم شاید مؤثر واقع بشه لاخره به هر ترفندی که بگیم کار خودمون انجام میدیم دیگه تا الانش هم به لطف خدا همه کار رو خودمون کردیم خدا وکیلی فکرشو میکردن شما بتونی همچین جایی رو اینجا را بندازی خدا میدونه اینه که اعتقادمه میگم من کارم رو انجام دادم خدا خودش میبینه خودش هم نمره میده هر کسی وظیفه خودش رو انجام میده ولی کار اصلی و شما و مردم همین روستاهای اطراف انجام دادن اعتقادم اینه خدا خیرتون بده جدی بدون تعارف دارم میگم اینجا تو این شرایط با این بودجه همچین جایی شاهکار بخورد همه شما یه هر کسی صفوی جان منم نبودم شما از قول من بگو هر کسی تو این موقعیت هر کاری از دستش برمیاد باید انجام بده دیگه وظیفه است دیگه آراسی یه چیزی هم یادداشت کرده بودم جد بگم اینکه اون روز که این مسئولین میان یه گروه تلویزیونی هم میاد گزارش بگیره حالا نعمت همه جا داره واسه ما میرسه یکی دو روز قبلش هم میان برای اینکه موقعیت و اینا رو بسنجن و بچه‌ها رو همکاری بکنن باشه حالا کیا قرار بیان از این مسئله؟ بخشدار که خودم باش صحبت کردم میاد خب اونم بخشدار که میاد چون قبلش از استانداری گفتم میاد بخشدار هم میاد حتما از اداره بهداشت هم بهمون سر میزنن این تیم تصویری خدا بخیر کنه آخرش خدا بخیر کنه که نمره ای به اون بدن آقا من با اجازت برم یه سری هم بزنم به میزباقر کیو؟ میزباقر؟ دوباره میری صحبت کنیم باهاش؟ مگه حل نشد؟ رستم دیگه به خاطر اون وقت گذاشتی واسه رستم چه شرایط سختی هم گذاشته بود بعدی گزارش ازش بگیریم آره خدای با اجازهتون پس قربونت برم خیلی ممنون نگهدار شما دوستان سلام برس یا علی مدد ممنونه یعنی نمیدونم کس دیگه عروس داماد میشه علافیش بره موی بدبخته یک نگاهدگاه بی ارشد صفوی یک بر دکتر بهروزی یک بر هیچ چی سر جای خودش نیست ما بعد اینجا بشو من مجبا جان بیا احمد چی خور میزنی؟ گیر شده؟ نه چی گیر شده؟ فروکش کرده واسه چی کار نداره؟ بعد ما علاف را کردیم آقا برایم علاف آقا چی علافی من داشتم خدافزی میکردم دیگه خدافزی هم نمی کرد پاش خدافزی کن آقا خدافزی خدافزی آقا این اگه مقابل هم باشه که من همین کلمه رو نمیگم جان من نه نه جا. با آقا رویم کار داشتم برم آره خود میام نه همه از سر ما درست خدافزی کنی تأثیرش میبینی خودت آقا تو برش ناراحت میشی برای کارهای داوطلبانه یعنی تشریف من برم خونه زنم من عمران نه امیر نگاه کن الان آبرو رفته آقا ابراهیم سوچار بده ما بشیم لاغر سرپایش نه من که تو اگه کار داوطلبانه چی آقا ابراهیم سوچار بده ما بشیم سرپایش نه بخی کمک کنی چی بهتر از این مشکل نداره من یه خودش از هم به در کرد کاری بشی بود با آقا داخل خود باش ماسکم بزن ماسکم بزن برو داخل برو اونجا آقا بفرمایید سواشی بیا سویچ انداختی برو از زیر ماشین بله سویچ انداخت برو آقا خب چی کاریه دیگه اول در وا کنه اول بده بره آقا اول چی بده مرد سویچ پایینه درا بسته سی برو بردار چشم داداش ما فیزیک اون زوم نمیشه گیر میکنه برو در بیار انداختی من میرم من وارد نقاهت باشه میرم من وارد نقاهت باشه اینا کرکسیت باشه لچر باشه نمیگن دامادتان برای چه سفید میشه داماد عروسی بوده اخته بودی حرفای میزنی آدم میرم برو ماشاءالله من مجبور همیشه مایه افتخار بود برو بگو کجا سیگار داشتی برو کارت سیگار بده چی میگفت میگفت که کار داد بچه باشه بابا انگوشتشو نگنه گاردان اومده رو پان چی میگفت؟ گفت دوست دارم کار داوطلبانه کنم مثلا ماسک اینا درست کنیم بره کرونا گفتم با مامان بابا صحبت کن دیگه نظر نه مامان بابا نمیذارم نه مامان بابا رو که من صحبت کنم که میذارم باز از منم اجازه مامان ریگم. بابا؟ بذار مور اقنامت خوش بشه بعد مامان بابا حاج موسا 20 ساله با ما همسایه انتحالا جز آقا موسا که این پدرم بوده با مامان نلسلیم بابایی و مادر عزیز برو آقا برو چنگی نکو شیرین برو از آقا برو اتفا ماشین در من ما یک بار بایش نمو این پدرم بوده پیدا شد پیدا شد الان در واقع نمید گم ماشی برو بشی من سر کار گذاشته برو آقا کار کرد
برو آقا جوان داداشیم میچرخانا فقط اون دروا میشه این بیا دست را کنم این هم وانه میشه برو عقب بشین دیگه برو ما بیا بس 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 آقا یه بادیه بیا بزنیم بسته نمیشه این در آقا بسته میشه برو کنم بسته نمیشه بسته شد آداشی برو کنار آقا تو ما که با بچه خودم دشمنی ندارم رستم اسفندیاری مثل بچه خودمه غلام خب پس بهشون سخت نگیر دیگه میزباقه والا بلا ما سخت نمیگیرم این رسم خانوادگی مایه ما کی باشم بخوام رسم خانوادگی رو زیر پام بذارم آخه بابا دیگه به هر رسمی که نباید احترام گذاشت بابا بعضی از رسم‌ها اصلا خرافاتن بعضیشون دروغن این همین رسمی که گذاشتی این اصلا از پایه تجمله ببخشین اگه این رسم خانوادگی خودتان بود خب همین حرف میزدن؟ بله همین حرف میزدن بفهم حالا اصلا اینا رو ولشون میز باقی میخوای از خر شیطون بیای پایین یا نه آخه ما چی بابا؟ آخه نداره دیگه بابا تو این شرایط اقتصادی تو این وضعیت کرونا الان بهترین فرصته که اینا پاشن برن سر خود زندگی خودشون والا ما میخوام یک حرکتی انجام بدم ولی خب آقا والا و فبلا اون رو بذار کنار من دارم میگم بذار این دوتا جوون دست هم دیگه رو بگیرن برن سر خون زندگی خودشون اینجوری خدا رو خوش میاد روز باقی نگاه کنه این باید دیگه کمی ما این فکر کنم رو ما خب فشار دیم ما منت نمیخوام رکاب ماشین رو بگم آخ نمیگه آدم جمع کنم آدم کنم آقای مدل ماشین اینجوریه دیگه تا این که الان فکر مثلا سوال هست بلن منو نگاه کنم گفتم چش دیگه با چیه آقا مبارک این دست کسین گره مبارک چی مبارکه آقا یکم آرومتر یه باشتر چیه نه آقا من معذرت میخوام من اصلا ببخشید من نمیخواستم چی کاری بکنم ببخشید بعد میگی کله ببخشید تو از روز اول کامیدی دیریفت کار ما دخالت میکنی نگاه کن حالا که اینجور شد ما از حرفم کوتاه نمیام که نمیام تموم شدم میزباقه بابا بیخیال عزیزم من سب کن یه لحظه اجازه بده سب کن مورد لای منگنه قرار نزن ما رو با لیلا صحبت میکنم کنسلش کن رفت اصلا نمیدونم دیگه اون کسی منظوری نشی داشته بود هیچی بابا الان شما کجا بودن آمده همین چیز خراب شد حسن جان داداش ببخشید اصلا نمیدونستم نه بابا اصلا قضیت با نیستی که اصلا تقصیر توه تو چی کار داری دخالت میکنی؟ اصلا خواست بزنی اصلا کن داداشیم رفیق بیستان تو دخالت نکن آقا رو حساب خوشتاتی شمایت گفت که دست بزنید هم اونا خوشتاتش هم انرژی مثبت پخش شد اینجا حرفایی میزنید بدون نیت بود بچه بابا محمد جواد فقط بعد چانسه بعد موقع رسیده شد و اگر هم شما داده می آمده بودن میرزا خودش یک داده آسانی چیزی پیدا میگه حرفش بزن مقصر خودمو نه باید هر دفعه یکی رو بگم واسط کنم مگم شاید کتابیه نمیه که حالا میخوای چیکار کنی؟ یعنی میخوای عروسی رو بگیری؟ چاره دیگه یه هم درام خرجش میخوای کجا بگیر کجا هزینه کنی؟ نمه دنام یه چیزی بفروشم و هم هیچ چیزی میگیرم آمنم که ندارم که استم مزامنه حالا آمنم که جور رفت ما علا خون و علا خون باید برام سر خانه زندگیم لیلا خانم هم که ما نمیتونم ازش سیوا جدایی دیده داشته بشم حالا شما هم بخشیده بشین دیگه عذیتان ما رفته بشم دیگه دست شما درد نکنه مگم ماشین تو برداشته باش که ما رفته بشم رد میشی ولی حالا دیگه برداشته یعنی خوشم نیاد نمیای دقیقا موقع میاد که لا اله الا الله نیست نه شما صفایی خوش ذاتی شدید بچه اینجوری گفت ما افتخار ما هستم خب ببین با عزت من جواد بیا برم دیر شده بخشه من جواد بیا کارت چش آقا آقای ابراهیم بفرمایید ببینم دیگه چی کار بود بفرمایید ارشد اکسین آن شما فرستادم شما آقا محمد جواد بمونه کارش داره ما با هم ندنه مثلا این حرفا رو نداره همینجا برو کارت بس
خودمشون. خب مواظب شین نمخواست برو. برو مسئولیت شما بشه شما. برو بفهم. فقط به بچه‌ها بگو نیم ساعت دیگه جمع بشن همشون. آقا ما سپردی دیگه. نیم ساعت دیگه جمع بشن کارشون. شش. آقا ما ماشین چه ورنشته بشه. خیلی خوبه ما تمام کاری کردیم. شما ما جواب این کارات. ببخشید به خدا نمی‌دونید. فکرتو کردی؟ آقا جان ما با رفیق 20 سالم دارم دعوا می‌کنم تو بری چی دخالت می‌کنی؟ رفیق 20 ساله شما الان برادر خانم بنده عین داداش میمونه برای من داداشیمه. فراموش نکنی وصله تو کی سر داده بود. نه فراموش نمی‌کنم ولی الان مثلا چی؟ داری میگی مثلا چیکار کنم الان؟ شاخ بازی دهنه شاخت مشکنم ما فقط لب و دهنی بارا رو امتحانت کردم. من درست صحبت کنم نور چشم ما آسایشگاهه. می‌دونی من اون اولش به خاطر وام اومده بودم اینجا. بعدش دیگه این لاولو داشتم کمک میکردم یه وقتایی اصلا یادم میرفت که برای وام اومدم الان هم که برگشتم فقط برای کمک برگشتم پس خوش اومد یاد بگیر از شما در نهارم آره آره آقا دیدی وضعیت مردم رو دیدی؟ آره زنگ گرفتن همینقدر سخته تو اینجوری راحت رفتی زنگ گرفتی من که بارا گفتم گفتم خدا رو شکر میکنم من گیر خانواده با اصالتی افتادم یه داداشی خدا بهم داده تو این سن که تاج سر منه من پشتم به شما گرم بود رفتم جلو جسارت کردم بله همین که خانواده خدا کردم بهت سخت نگرفتن من ممنون شما شما برادری در حق من تمام کردید داداشی خیلی راحت زنگ زدی یه ماشین تو آدم میذاره بابا داره سکته میکنه هرچی داداشی بگه بیا برو بیا برو ماشین تو آدم فهمه سموش زنده عقب بیا دیگه بشکم راست برو برو عقب تو این یاد بریم تو چجوری میخواستی دامونیسی تو من چک داری دو یک آقا بچه ها ببینید آقا اینا جدی دارن میان؟ آره جدا؟ گفتم الان همین گفتم برم بشین برای اینکه همینو بتونم نخواهیم هم قدر واکسن بزنین دو دو بومش رو هم یه در از این مسئولین هم دارن میان نزدی که آقا دارن میان که چیکار کنه؟ چیزی گوش کن یه تیم تصویر برداری برای گزارش هم داره باشون آقا آقا من ندید دیگه برای گزارش نمیان نه 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 قطعه نکنید دوشی توجه کنید نه آقا اینجا این قنداق نداری که باید با فاصله بزنی اینو میخوام تقدیم بدم مثلی از این شکاف اون دیگه شده نقاط وای دیگه تمام چه شد تره آخ یا یا تو من میگم تا حالا هیچ مسئولی پاشو اینجا نه زیاد آقا یا میخوام بزنم یا یا کدوم یا یا بود شیشه یش عالی عالی عالیه بابا آقا صفوی اینا که میان برای تصویر برداری از من گزارش میگیرن ما اگه بپرسن که ما همه چی میگیم میگیم یه اشکا کدوم میزنی شما لیوان لیوان سه دو یک حالا من میگم یه پیشنهاد دارم شما که اینقدر دلتون پره از این مسئولین و این دوستون که برم یه قمی حرفتون میزن آقا حس میکنه واسه مرمونه حس میکنه آقا چطور غرب از کار جهادی و میدونی اونا که بونا مره مسئولی بزنه همیزه با فاصله آقا ساکت باشی ساکت شالله که نمیم بچه ها سکت هر از سال برم آفری چوگونی اون تواب داد باری کلا خیلی نزدیکی من دیدم شون نزدیکی شد باید اون گوشه رو بگیری که گوشه بخور برو سنگ بیار با سنگ بزنیم خدا سنگ نیت با مشخص بچه اومدیم بچه یه جوادی بود اومدیم پای کار ولی خدا وکیلی به خاطر مردم دیگه من میگم همینو توی دوربین بگیم بیا پخش میکنن یا نمیکنن آقا حرفو بزن آقا صفایی آقا نگوی به کی گفتم نه آقا صف بده این خط این نشان اگه اینا صحبت ما رو پخش کردن هر چه خواستی بگید حالا نگاه کن من مجبورت بزن آقا نه بزن اول آقای صفایی بزنه یه هم بزنی سر آقا صفوی واقعا شما آقا حالا نگاه کنه ببین این که پخش نمیشه ولی بیان من با هم سنگ اینا رو انقدر بپرد مار مخصوص ماهیم یه دونه آقا بزن بابا عجب دستیه بفهمیم شما بابا یه دونه نه آقا
ببین اون سنگ هم از قبل اینو بزن. آقا سلطانی قبلا به من خیلی لطف داشت، اگه شما به حرفش گوش بدی یا ضرر نمی کنی. بزرگوارید آقا، مخلص آقای سلطانی هم هست. بله آقای سلطانی، انشالله این وام همون جور بشه، من از خجالت شما در میام. از الان جور شده بودی بودی دمی شما گرم. دیدی گفتم به دمی شما گرم. فقط شرایطشو میفرمایی؟ شرایط که بین خودمون خارج از وقت اداری یه قرار ملاقات میذاریم، با هم حرف میزنیم. بله بله در جریانه. بقیه شرایط هم که کار اداریشه، برای ضمانتش هم یه سند ملکی یه چیزی بالاخره باید جور بشه. و بعد اون وقت این سند سوله کارخونه قبوله؟ مورد تایید کارشناس قرار بگیره. ما مانی نداره، موافق نشه چیزی باید درگیر بکنه باشه. حتی این وام کی دستمونو میگیره؟ نه یه لحظه باشه، این بعد این وام کی دستمونو میگیره؟ کی دستمونو میگیره؟ عجله نکن، شما که این همه مدت صبر کردی، یه مدت دیگه هم باش نوتر از اون چیزی که فکر میکنید وامتون آماده بشه. به 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 دم شما گرم. آقا رجب من بهشت گفتم حساسیت فصلیه، ببین چه کار میکنی؟ آرام جان کرونا آروم بردی؟ نه کرونا اصلا اینا نمیتا اگه تو یک بار بیدی بابا عزیزم دیگه چرا اتفاق بده تو مفته کی به جواب بده؟ من حساسیت فصلی خانم حساسیت فصلی دارم، شوهرش فکر میکنه کرونا داره. بدن؟ بابا این کرونا به خدا یه سریا رو دیوونه کرده. آره دیگه بنده خدا ترسیدن فکر میکنن چه خبر. نه واقعا شما خوبی؟ خیلی ممنون به مرحمت شما، خوبم. شما خوبی؟ ممنونم. انقدر مرخصیتون طولانی شد که من فکر کردم دیگه بر نمیگردید. چرا بر نگردم؟ نه من بر میگردم، میدونین یه ذره کار داشتم دیگه، چیز شدم اول رفتم مرخصی، بعد که از اونجا یک دونه پیشنهاد کار گرفتم اونجا و اونم انجامش دادم، بعدش ابراهیم و خواهرم هم ازدواج کردن دیگه، درموندم و بعد اومدم. خب پس حسابی سرتون شلوغ بوده. حسابی حسابی بله. خدا خیرتون بده، باز ما اینجا کار میکنیم حقوق همون نمیگیریم، اما شما که کار زندگیتون رو تعطیل کردید و اومدید اینجا کمک، واقعا کار بزرگی میکنید. نه بابا شما هم کار بزرگی میکنید، این حقوقی که شما میگیرید به نسبت کاری که دارید اینجا میکنید هیچی، شما انگار دارید 10 تا شیفت وامیست، همش هستید دیگه، تازه شما بلدید ما بلد نیست. خواهش میکنم، وظیفه است دیگه، نمیشه که مردم تو این حال رها کرد. ولی شما خیلی وقت مرخصی نرفتین ها. میرم حالا باقسم بزنیم ببینم چی میشه. من میگم این دور روستا خیلی آب و هواش خوبه، منظره خوشگل داره، یه قدم اینجا بزنی حالا هواتون عوض میشه، اصلا خیلی فرصت بشه چرا که نه. من چیز من میرم، من صبح زود یا بعد از ظهر دم غروب اینا که سرم خلوت‌تر بشه میرم اونجا. اگه شما بدن میتونی که بله ممنونم. چشم ببینم کدوم یکی از بچه‌ها میتونم همراهی کنم. بله مزاحمتون میشه حتما. با خیلی با
شما بفرمایید این خطرناک امکان داره بترکه. آره ببین من اینو میبرم خودم. فعلا باشی سر. خواهش میکنم. رواس میکن؟ حالا از جهتش نگفتم بچه ها که دارن کار خودشون انجام میدن، ولی خوب گفتم یه موقع یه حرفی نزنم برای این مجموعه بد بشه، چون بالاخره میخواین شما بودجه بگیرین. میده بودجه رو گرفتیم صفاوی، این که بودجه رو گرفتیم هر به همون دادن. من میخواستم این مقدار زیادتر بگیرم. بعد الان درد و ناراحتی نمیاز چیه؟ درد و ناراحتی فقط بابت اینه که اون وضعیتی ما الان توش گیر کردیم و این آقایون درک نمی‌کنن که بعد خودشون میگن سلام مخلصم مولوی جان شبت بخیر، اون نمونه ها رو بگی بردار بیارت. اون وضعیتی که ما توش گیر کردیم اینا درک نمی‌کنن. شب بخیر. سلام شب بخیر. خدا قوام محسن جان بدخل ندارین؟ نه دست در نکن آجای سفری. خدا مخلصم خدا قوام شبت بخیر. اون وضعیتی که ما توش گیر کردیم کسی درک میکنه و الا خبردار هستن که بهتر از ماهور هم دارن کوشش میدن. اشکال نداره خدا میبینه. خب برای کسی کار نمیکنه. خب الان چیز کنیم؟ بچه ها بگن و نگن حرفاشو. بگن آقا حرف باید زد، حرف حق رو باید زد، ضمن اینکه حرف حق رو میزنن ممنون. من هم پشتشون هستم مطمئن باش. مطمئن باش. مطمئن باش. خدا نگهدار پشت. مخلصم زنده باش. ما الان برای اسکان بچه خودمون به مشکل خوردیم. ما تا عصر یک سری گزارش از پرسنل و بیمارا میگیریم، فردا برای تزریق واکسن برمیگردیم. ما صرفا جهت گرفتن گزارش از مسئولین خدمتتون رسیدیم. خیلی مزاحمتون نمیشیم. این حق باشه. سلام علیکم. همکاری میکنیم. سلام مصطفی. ما و بچهای نقاط با شما همکاری میکنیم. سلامت باشید. ممنونم از محبتتون. اگه اجازه بدید من برم که کارو شروع کنم. همکاری کنید باشون تا این حد مشکلی نیست. البته جناب دکتر بنده به عنوان کارگردان خیلی فکرای دیگه دارم. خیر باشه. چیه فکرتون؟ راستش کانسپت بنده برای این کار فقط تقریبا چی تو؟ کانسپت یه چیز بگو ما هم بچه بشیم قربونت. فارسیشو بگو تصورت فکرت. بله فکر من برای این کار فقط تهیه گزارش ساده نیست. سلام آجا، امیدوارم حالتون خوب باشه. شما از اینجا راضی هستین؟ کمی کسی مشکلی نداریم؟ ما که راضیم. خدا خیر شده پرستارا برادرای جهادی خوش برخورد، مهربون. بله خدا خیرشان بده. اگر اینجا نبود مجبور بودم برم شهر. وقتی شهر نصف بچه اینجا داوطلب واقعا تعجب کرد. چطور؟ خدا خیرشون بده. تو این شرایط سخت با من داوطلبان خدمت کرد. خیلی سخت. من که خیلی راضیم پرستار اینجا. خدا خیرشون بده. من خوش اخلاقم، من خوش برخورد و مهربون. آخر که تو همچه شرایط سختی داوطلب میشه به مردم کمک کن. خب آماده این؟ شما هم آماده این؟ استرس نداشته باش. 3 2 1 شده 2-0-3. خب دوباره همون سوال قبلی کم بوده کادر در الان میام. آماده ای آقا؟ بله بله بفهم. بریم. خب آماده؟ برو من میام. رفت. 3 2 1 حرکت. بسم الله الرحمن الرحیم. یاد همه شهدای مدافع حرم، مدافع سلامت گرامی. بنده یحیی از شابدالعظیم، خانم هم بچه مشهد. با توجه به اینکه شما کادر درمان هستید، با کمبود نیرو چیکار می‌کنید؟ قربونو برم، کم بودی نوری الان تو تمام دنیا هست. ما هم مثل بقیه، چه فرقی داره؟ در خصوص مشکلاتی که این روزا برای هممون پیش اومده، شما اگه نکته‌ای دارید بفرمایید. مشکلی نداره. زیاده. من از مردم خواهش میکنم بیشتر موارد بهداشتی رو رعایت کنن که هم خودشون کم تر آسیب ببینن و هم فشار کمتری رو کادر درمون بشه. ما بعد ازدواجمون اومدیم اینجا کار. آره. ما خیلی 2.5 سال ما ازدواج کردیم، اومدیم اینجا کمک بچه. ماسکت هم آقای یحیی. شما که خانواده این منطقه هستین چه پیشنهادی دارید؟ نه ما که اصلا چیزی، ما داوطلب اصلا اومدیم، ما برای حقوقی ما نیومدیم. بعد اصلا فشار کاری رو ما که نیست، ما داریم کمک میکنیم، بیشتر کادر درمان داره زحمت میکشه. مثلا بحث اینه که هوای اونا رو باید داشته باشیم. اینجا توی مقاعدگاه دیدیم که مردم به کمک بچه های کادر درمان اومدن، نیروهای داوطلب، نیروهای جهادی، و
و با همکاریشون کمک حال بچه‌ها بودن و کمک کردن بیماران هر چه سریع‌تر بهبود پیدا کنن و اگر نقصی بود کمتر دیده بشید. صحبتی هم با مسئولین دارین؟ من نه. آقا من نمیگم که هر شنم و چی کارمون اینا، ولی یک چیزی میخوام بگم، ما امروز صدای کل ای جوانایم، تصویر کل ای جوانایم با شما آقای مسئول. که بابا آزمایش ها اومد؟ نه فعلا کشش رفت استاده، من معلا تماس میگرم آزمایش که پیگیر ممنونم خشم هم سعادتی کن لطف میکنیم یاد اینو نظر کنم رو به من بگیم. آره ازم یه لحظه سر کنم. من میفهمم ولی لطفا آروم باش. ما برای فکر روحیه مریضامون هم باشه. یکی این تلویزیون رو لطفا خاموش کنه. دوره کارشناسیش از شاگرده خودم بود. لطفاً الان برین سر کاراتون. خواهش میکنم. اصلا من بخوام بچه ها شما مگه حرفی که من بگم رو میزنن؟ معلومه نه، مشخصه که نه.
آقا شما بخوای میشه. خانم حرفا میزنید و من نمیتونم از بچه‌ها بخوام چیزی رو که شما میگید تو گزارش بگن. عجبا چرا نمیشه؟ اصلا همین الان بچه‌های محمدشون شاکن میگن چرا دقیقاً همون روزی که مسئولین دارن میان سر کله تیم تصویر پیدا شده. بفرما اصلا شدنی نیست. آقا آب من با شما تو یه جوب نمیره، فردا خودم بقیه گزارشو میگیرم. سوانی چرا من نمیفهمم چرا ایشون اومد اینقدر سنگ بخش داره بزنه سینه. احتمالاً باهاش ساخت و ساختی داره. آها چیزی رو که مطمئن نیستید نگید، به کسی هم تهمت نزنید لطفاً. مطمئن که نیستم ولی حتماً همین روزا تعطوشو در میارم. یه سوال بپرسم، ببخشید تلفن میگم، احتمالاً با هم دیگه مشکل شخصی نداریم؟ نه چه مشکلی، ما 7-8 تا برنامه با هم دیگه کار کردیم. امروز اومدیم پیش آقای بخشا. آقای بخشا خیلی زحمت خیلی زیادی برای مردم کشیدن و در این دوره خیلی سخت کرونا واقعا نهایت استفادهشون رو از مردم و کادر درمانی ایجاد کردن و واقعا باکسنای خیلی خوبی، باکسنای ایرانی برکت برای مردم توزیع کردن و ایشون دارن میان و ما قرار خیلی صحبت های خیلی خوبی با ایشون داشته باشیم و نظر ایشون هم راجع به این کارو بدونیم. آقای بخشا سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا سلام علیکم آقای بخش، خوب هستید؟ سلام علیکم. خواستم راجع به کارهایی که شما برای مردم انجام دادی توضیح بدید. زحمت چی بکشید ان شاء الله. بله الان در خدمت شما هستم. چشم. کنار خونه یه ما خونه داری لیلا خانم، همون خونه که رو به قبله باشه لیلا خانم، خودت مست و مار دیوونه داری لیلا خانم جان. لیلا 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 وفایی تر گردم، ناز غمزه هایی تر گردم، را میری نازک نازک جان، قد و بالای تر گردم وای. لیلا 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 اینم برای شما که دلت گرفته بود برای لیلا خانم. اشکال صادق اینم خدمت شما، خودت هم یه چای بخور. صدای ناز ناز آقا نگفته بودی هم چی صدایی داری تو. ما خانم بکنن ولی دیگه اسم خانم ما نه آورده بشن. الا همه موسیقی خراسانی لیلا خانومی داره توش دیگه. ما روزا صادق ما رو شرمنده کنه شما، هر شب دست پر میان اینجا، ان شاء الله یک روز به نمایندگی از بچه‌ها دعوتتون کنم. دشمن شرمنده بشه یارپا چه چایی که قابل یارپا نیست. بیام اینجا بشینیم دورم یک گپ بگیم، یک گپ بشینیم. بابا همین بابا جان ما میگیم اینجا هم دور هم بشینیم هم ببینیم اگه کاری چی در دستم بر بیا برای شما انجام بدم. دست در نکنه. البته میگیم چیه اون شرمندت شده برشی آخه نیستم برای تو یک کار بکنم. اونه که دست هیچ کی بر نمیاد. آمیرزا صادق ببخشین جسارت هم میشه یک سوال دارم. شما مگه نگفتین عروسیم و ساده و بیریا برگزار رفت؟ چرا؟ من خودم با دو تا از خموخیشان یک مجلس ساده یک شبه گرفتم کلاشی کندم رفتم اون شد. چطوری برارت هم یه به چیقدر سخت میگیره؟ برارم برار چیزی نگویدی برار دست روی دلم نزاخونه این برارم هرچی نمیگی هم پاشی که در توی یک کفش میگه هر حرف خودم نکه دختر از خودشه پیشگی چی هم دست خودشه چیکار کنم؟ این برای صورتم بذارم درده، این برم بذارم درده چی بکنم؟ درد بگرده درده همون که شما میگیم بابا همون همه شما بابا بیلیمون کن رستم
هم تکلیفت معلوم نیست دیگه، شب میخوابی صبح پا میشی و نظر دوز میشه، باز میری یکی و میاری واسطه شو. خب من اصلا چاره دیگه هم داشته بشم؟ ما میشینا فکر میکنم میبینم که نه الا الا از پس مخارج بعد نیامده بشم. ای بابا اگر خسته نخور عمو جان فکرات بی خوده عزیز ستون قوی ستون او کلی فراشه دنبال چی؟ کدوم ستون؟ ستونه دنبال بیر که بابا چایی ها کنه بخوره بخوره چایی ها سرد بشه بخوره هر کی چایی شم شد بگیم یه کلم چایی ها بابا یک تا کنه اشار میاره پایین ها دده بشی کوهی عباس دو آمین آقا قلده دده بشی یک تا کن با ما بیدن نباد 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 آتیشی شد بطا بخوره بخوره نوشی جا بیردن سنجای آلده، بیر چونه یلده سالده بیردن سنجای آلده، بیر سنه یلده سالده